سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس دوازدهم، توصیه مؤکد من تعامل سازنده مجلس با دولت جدید است. تاکید حضرت آیت الله خامنه ای بر احساس مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس در مد نظر قرار گرفتن شاخصهای اصلی در تشکیل کابینه. اون کسی رو باید میدان دار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. تأکید رهبر انقلاب بر دو شأن پرسشگری و پاسخگویی مجلس، هدف از نظارت ارتقای کارآمدی دولت است. نباید در نظارت و تذکر مسائل جناحی و شخصی دخالت داده شود. مجلس می تواند هم در برطرف کردن و هم در خونسا کردن تحریم ها نقش آفرین باشد. حضور رئیس جمهور منتخب در مجلس و تاکید بر لزوم همکاری قوای مجریه و مقننه. آقای پزشکیان باید از فرصت رأی اعتماد ملت برای حل مشکلات مردم استفاده کنید. راه اندازی قطار کانتینری ایران چین با هدف افزایش تجارت بین دو کشور. سیر این قطار در مرحله اول هفتگی است که در آینده روزانه خواهد شد. و در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم. با اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد تا 15 مرداد چه تغییری در فرایند خرید ملک و فعالیت مشاورین املاک رخ می‌دهد؟ تنظیم قولنامه عادی همچنان ممکن است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، با مشروع بخش خبری ساعت 14 در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با تبیین 8 نکته مهم، ضرورت پاسخگویی مجلس، تعامل سازنده مجلس و دولت جدید، شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم، حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس و دیگر فعالیت‌های نمایندگان، بایدها و نبایدهای قانونگذاری، نظارت بدون افراط و تفریط، فعالیت مؤثر هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و حضور جدی مجلس در مسائل جهانی و سیاست خارجی ابراز امیدواری کردند با احساس مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس، کابینه‌ای متشکل از افراد مؤمن، کارآمد، انقلابی، امیدوار به آینده، مشهور به پاک دستی و صداقت، دارای نگرش ملی و برخوردار از اعتقاد عمیق به جمهوری اسلامی تشکیل شود و مسائل کشور و مردم را به پیش ببرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که اولین دیدار مجلس دوازدهم با ایشان بود، جایگاه مجلس را بسیار مهم و حساس خواندند و افسودند: مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست، بلکه مانند هر نهاد تصمیم گیر و اقدام کننده باید در قبال وظایف و عملکرد خود در پیشگاه خداوند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. ایشان افزودند: البته برای پاسخگوی مجلس در قبال مردم سازوکاری نداریم، اما می توان رضایت یا عدم رضایت مردم را در واکنش آنها به عملکرد مجلس مشاهده کرد. رهبر معظم انقلاب در همین زمینه افزودند: در گذشته کارهای برخی مجالس مورد پسند مردم نبود و به همین علت از چشم مردم افتادند. بنابراین تک تک نمایندگان باید رفتار، نطقها، مواضع و عملکرد خود را با توجه به ضرورت پاسخگویی تنظیم کنند. همگرایی و تعامل سازنده میان قوا دومین نکته‌ای بود که رهبر معظم انقلاب به تبیین آن پرداختند. ایشان گفتند: ارکان مختلف نظام باید یک مجموعه واحد را شکل دهند که تحقق این هدف نیازمند تعامل و همکاری و حتی گاهی اغماز و چشم‌پوشی است.
حضرت آیت الله خامنه ای انسجام مجموعه ارکان نظام را نیاز کشور و نظام و مردم دانستند و با اشاره به حضور رئیس جمهور منتخب به عنوان نماینده مجلس دوازدهم در این دیدار افزودند. من توصیه مؤکدی که اینجا یادداشت کردم تعامل سازنده با دولت جدید، همه کمک کنند که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام بده. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس جمهور موفق بشه، این موفقیت همه ماست. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور موفقیت دست پیدا کنه، همه ما به موفقیت دست کرده. پیروزی او پیروزی همه ماست. اینو باید واقعا از بن دندان باور کنیم. ایشان با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای واحد در مسائل مهم از همه ارکان کشور افزودند. برخی در دنیا گوش تیز کردند تا نشانه های اختلاف را در حرف های مسئولان پیدا کنند. ارکان نظام با صدای واحد آنها را مأیوس کنند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس را کاملا ضروری برشمردند و گفتند مجلس باید مرکز انتشار امواج مثبت و صدور آرامش و طمأنینه در افکار عمومی باشد و با خودداری از تکرار حرکات بعضی نمایندگان در برخی دوره‌های قبل از جمله سیاه نمایی و منفی بافی از خان مردم را متشنج نکند. ایشان افزودند رفتار و گفتار نمایندگان در غیر مجلس و فضای مجازی هم باید حافظ امنیت روانی مردم، وحدت بخش، آرامش آفرین و دلگرم کننده ملت باشد. رهبر انقلاب با بیان نکته مهم در باب هوشیاری مسئولان و سیاسیون کشور افزودند اطلاع داریم که لشکر سایبری دشمن مشترک همه ایرانیان در پوشش دروغین رقبا و جناح‌های سیاسی کشور آنها و یا اشخاص مورد اعتماد دینی و سیاسی جناح‌ها را مورد اهانت قرار می‌دهد تا طرف مقابل را عصبانی و برافروخته و وادار به جواب کند. بنابراین نباید هرچه را در فضای مجازی می‌بینید کار رقبای سیاسی خود بپندارید. بایدها و نبایدهای قانونگذاری چهارمین نکته رهبری خطاب به نمایندگان مجلس بود. ایشان قانونگذاری را وظیفه اصلی مجلس، ریل‌گذاری و تهیه نقشه راه برای حرکت همه قوا و دستگاه‌ها خواندند و افزودند هدف قانونگذاری باید پیشرفت کشور و خدمت به مردم باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر استفاده هرچه بیشتر از کارشناسان، صراحت و تأویل ناپذیر بودن قانون را برای جلوگیری از سوء استفاده قانوندانان قانون شکن ضروری دانستند و گفتند قانون باید با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات کشور تصویب شود و قابلیت اجرا داشته باشد. منطبق بودن قوانین با اسناد بالادستی و خودداری از ایجاد تراکم قوانین دو نکته دیگری بود که رهبر معظم انقلاب در باب قانونگذاری بیان کردند. رهبر انقلاب همچنین افراط در ارائه طرح برای قانونگذاری را مشکل ساز خواندند و گفتند قانون اساسی دست مجلس را برای ارائه طرح باز گذاشته، اما در این کار طرح باید به حد قناعت اکتفا شود تا باعث تراکم قانون و قرار گرفتن طرح‌های زیاد در صف رسیدگی نگردد. ایشان در تذکری در خصوص موارد اضطراری نیازمند قانون گفتند گاهی دولت‌ها برای یک کار فوری در زمینه ارتباطات بین المللی یا مسائل اقتصادی و سازندگی احتیاج به قانون دارند که در این گونه موارد غالباً راه آسان را در پیش می‌گیرند و به دنبال کسب مجوز از رهبری هستند که البته جز در موارد اضطراری مجوز داده نمی‌شود، اما بهتر است در موارد اضطراری نیز مجلس در قانون‌گذاری تصریح کند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری در سال‌های قبل، اجرای آن را نیازمند وضع قانون خواندند و افزودند مجلس هنوز در این زمینه قانونگذاری نکرده و این کار باید زودتر انجام شود. نکته بعدی سخنان رهبر انقلاب درباره نظارت مجلس بر قوه مجریه با استفاده از ابزارهایی همچون سوال، تذکر و تحقیق و تفحص بود. ایشان در این زمینه دو تذکر خطاب به نمایندگان بیان کردند. اول، هدف از نظارت ارتقای کارآمدی دولت است. بنابراین مطلقاً نباید مسائل سیاسی، شخصی و جناحی باعث استفاده از ابزارهای نظارتی شود و دوم، پرهیز از افراط و تفریط و رعایت انصاف در نظارت. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه ششم به نمایندگان مجلس دوازدهم گفتند گاهی با رفتار غلط یک نماینده همه 290 نماینده زیر سوال می روند و کل مجلس از چشم مردم می افتد که فلسفه تشکیل هیئت نظارت بل عمل کرده نمایندگان پیشگیری این موارد و در صورت رخ داد علاج آن هاست، اما آن انتظاری که از این هیئت بود محقق نشده است. ایشان در توصیه هفتم با اشاره به ظرفیت مهم مجلس در زمینه مسائل بین المللی و سیاست خارجی گفتند مجلس وزنه سنگین است که دولت‌های دنیا در تعاملات خود از آن استفاده می‌کنند. مثلا در میز مذاکره مخالفت مجلس و یا قوانین مصوب را پوشش دفاع و یا توجیه موضع خود قرار می‌دهند. رهبر انقلاب با اشاره به اینکه مجلس می تواند در مسائل خارجی دست دولت را پر کند افزودند از جمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمینه سیاست خارجی قانون اقدام راهبردی مجلس 11 است. البته بعضی ها به این قانون اعتراض و عیب‌جویی کردند که مطلقاً وارد نیست و تصویب آن قانون کار بسیار درستی بود. ایشان انواع نقش آفرینی نمایندگان در تحولات جهانی و دیپلماسی همچون سفرها و ملاقاتهای رئیس و نمایندگان مجلس از جمله حضور مفید رئیس مجلس در اجلاس اخیر بریکس را تاثیرگذار دانستند و گفتند گاهی حتی یک بیانیه یا نطق نمایندگان در مسائل سیاست خارجی مهم و مؤثر است. حضرت آیت الله خامنه ای بهره برداری دولت‌ها از پشتوانه مجالس را امری رایج در دنیا خواندند و افزودند یک نمونه قانون جامع تحریم آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی معروف به سی ساده است که آن را مجلس آمریکا تصویب کرد و رئیس جمهور دموکرات آن زمان که آدم درو بددل و البته زرنگتر از مسئولان ما بود آن را امضا کرد، آن هم در حالی که ادعای همکاری و همراهی با ایران را داشت و می توانست امضا نکند. ایشان با اشاره به تکرار موضوع تحریم در ایام انتخابات از زبان نامزدها و نمایندگان آنها و در بین مردم مجلس را در این زمینه دارای امکان فعالیت و نقش آفرینی دانستند و گفتند مسئله تحریم ها رو مجلس میتونه درش حضور داشته باشه، واقعا تاثیرگذار باشه. ما میتونیم هم تحریم ها رو میتونیم به وسیله وسائل شرافتمندانه برطرف کنیم، هم بالاتر از برطرف کردن تحریم ها خونسا کردن تحریم هاست. بنده مکرر گفتم اینو، برداشتن تحریم دست شما نیست، باید شما تدبیر بیندشید یه جوری، دست طرف مقابله، اما خونسا کردن تحریم دست شماست. راه های خوبی وجود داره برای خونسا کردن تحریم، بعضی از این راه ها هم رفتیم، اثرش را هم دیدیم، یعنی رفتن مسئولین دولتی رفتن اثرش هم دیدیم، خیلی هم خوب بوده، میتوان این کار کرد. مجالس تو این زمینه، مجلس عزیز ما، میتوانن نقش آفرینی کنن. نکته هشتم و پایانی رهبر انقلاب در خصوص کار فوری و پیش روی مجلس یعنی رأی اعتماد به کابینه آقای پزشکیان بود. کار فوری مجلس یعنی رأی به کابینه است که آقای پزشکیان حفظه الله انشاءالله ارائه خواهند کرد به مجلس. این کار فوری و فوتی شما زبطه، هرچی زودتر کابینه پیشنهادی حالا
بعد از کارهایی که باید انجام بگیره تصویب بشه و دولت مشغول کار بشه برای کشور بهتره. منتها تو این زمینه هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت های سنگینی داری. کی میخواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت های سازندگی، میدان تولید، کی میخواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند ایمان یک شاخص مهم است، امید به آینده و نگاه مثبت به افق شاخص مهم دیگر است و به کسانی که نگاهشان به افق تاریک است و معتقدند نمی شود کاری کرد، نمی توان مسئولیت های مهم و کلیدی داد. ایشان تشرع اشتهار به صداقت و پاک دستی، نداشتن سابقه سو، برخورداری از نگرش ملی و غرق نشدن در مسائل سیاسی و جناحی و کارآمدی را از معیارهای ضروری دیگر برای اعضای کابینه دولت چهاردهم خواندند و گفتند هم رئیس جمهور منتخب و هم مجلس باید این معیارها را رعایت کنند، چرا که یک مسئولیت مشترک در انتخاب مسئولان کشور دارند. حضرت آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کردند که با رعایت این معیارها و ایفای مسئولیت مشترک رئیس جمهور و مجلس یک هیئت وزیران خوب، کارآمد، متدین و انقلابی انتخاب شود که بتواند مسائل کشور را پیش ببرد. ایشان در بخش پایانی سخنانشان مسئله غزه را همچنان مسئله اول دنیای اسلام دانستند و افزودند با گذشت ماه‌ها از آغاز جنایت رژیم قاسب خبیث، شور اولیه در محکومیت و مقابله با این جنایات در برخی افراد کم شده، اما اهمیت مسئله غزه حتی بیشتر از روزهای اول است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به قدرت روزافزون مقاومت افزودند یک دستگاه بزرگ سیاسی، اقتصادی، نظامی به اسم آمریکا همراه رژیم قاسب صهیونیست با یک گروه کوچک به نام مقاومت می‌جنگند و از آنجایی که این دو خبیث موفق نشدند حماس و مقاومت را از پای در بیاورند، بمب‌های خود را در بیمارستان‌ها، مدارس و بر سر کودکان و زنان و مردم مظلوم می‌ریزند. ایشان با اشاره به اینکه امروز مردم دنیا شاهد نهایت جنایت و سبوئیت رژیم قاسب هستند و درباره آنها قضاوت می‌کنند، خطاب به نمایندگان مجلس افزودند درباره غزه آرام نگیرید و ساکت نباشید. امروز مصداق مهم فعالیت مجلس در مسائل خارجی و دیپلماسی مسئله غزه است. پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب، رئیس مجلس شورای اسلامی تکمیل اقدام مجلس قبلی در ریل‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین اقتصادی و راهبردی را از مهمترین دستور کارهای مجلس دوازدهم برشمرد و با بیان اینکه مجلس جدید خود را یار دولت منتخب در پیگیری حل مشکلات مردم می‌داند گفت نقطه اتکا و محور مشترک مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به ویژه قانون برنامه هفتم توسعه است. آقای قالیباف توجه به مسائل اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار و همچنین مطالبات قشر متوسط جامعه را از دیگر اولویت‌های مجلس جدید خواند و افزود نمایندگان با پرهیز از افتادن در دام حواشی و دوگانه‌های جعلی تلاش خود را برای پیگیری مطالبات مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب اسلامی متمرکز خواهند کرد.
پرهیز از جناح‌گرایی و کمک عمدلانه به دولت جدید، توجه به مطالبات همه رای دهندگان، تقویت ارتباط ساختاری نمایندگان با حوزه‌های انتخابیه و استفاده از شیوه‌های جدید نظارتی برای برطرف کردن ضعف‌ها دیگر نکات سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نمایندگان مردم با حضرت آیت الله خامنه‌ای بود. اما امروز پیش از دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور منتخب در صحن علنی مجلس در جمع نمایندگان حضور یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از همکاری‌های نزدیک مجلس و دولت آینده گفت بر اساس مسئولیت ملی و دینی همه وظیفه داریم به آقای پزشکیان کمک کنیم. البته با روحیات خوب آقای پزشکیان یه مقدار تعارفات در واقع پروتکلی رم به قول معروف و تشریفاتی رم ایشون داره بنای جدیدی میذاره که خوبم هست، یعنی با رفتارهای انقلابی هم سازگار هست و انشالله همینطوری در خدمت مردم هم دولت و مجلس با هم کمک کنیم. رئیس جمهور منتخب هم با بیان اینکه نباید به دنبال این باشیم که برای خود و اطرافیان پست و مقام و فرصتی بسازیم گفت باید از فرصت رأی اعتماد مردم برای حل مشکلات آنان استفاده کنیم. از این فرصت تلاش خواهیم کرد که انشالله با کمک شما، با کمک بقیه عزیزانی که هستن، خدمتگزار مردم باشیم، در خدمت مردم باشیم و امیدوارم که خدا ما رو شرمنده این مردم عزیزی که آمدن علارغم تبلیغاتی که میکردن که نیان پای صندوق‌های رأی، آمدن و مش محکمی به دهن این آدمایی که از خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ میکردن زدن. سرپرست ریاست جمهوری در 64مین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی، کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی را از مهمترین موفقیت‌های اقتصادی دولت 13 دانست. به گفته آقای مخبر، کاهشی شدن روند رشد پایه پولی، کاهش نرخ بیکاری به زیر 8% به عنوان کمترین رقم در 20 سال گذشته و ایجاد تعادل نسبی میان هزینه‌ها و درآمدهای مردم با افزایش قابل توجه رقم یارانه و توزیع کالابرگ را از دیگر دستاوردهای کم نظیر دولت 13 نام برد. هر کاری از دست مساخته باشه که دولت جدید موفق بشه بدون مضایقه انجام خواهیم داد. تا امروز ظرف این 50-60 روزی که در قدر انتقال بوده هیچ تصمیمی که به نفع دولت بعد نباشه نگرفته. 64مین اجلاس سالانه مجمع بانک مرکزی. رئیس جمهور شهیدمون هیچ بخشی از اقتصاد رو غافل ازش نبود. سرپرست ریاست جمهوری با گرامی داشتن یاد و خاطره رئیس جمهور شهیدمان گفت معیشت و اقتصاد مردم از مسائلی بود که شهید رئیسی نسبت به آن حساس و به شکل مستمر و منظم شاخصهای اقتصادی را پیگیری می‌کرد. آقای مخبر در این نشست بر افزایش سرانه درآمدی مردم تاکید کرد. در یه سالهای تورم خوب کنترل شده اما رشد منفی شده. خب این که جواب نمیده. این که در حقیقت بشود شیب به اصطلاح تورم رو رو به پایین آورد، خب اینه که متمرکز بشی امروز بیاریش روی 23-24%، بعد انتظار اینه که حتما در آینده وضعیت تورم در همه ابعاد بهتر خواهد شد. سرپرست ریاست جمهوری همچنین کاهش بی‌سابقه شکاف طبقاتی، تقویت و ارتقای همکاری با کشورهای خارجی به خصوص کشورهای همسایه، عضویت ایران در شانگهای و بریکس و ایجاد بسته‌های تشویقی و تضمینی برای سرمایه‌گذاران مستند به قانون را از جمله دستاوردهای دولت 13 برشمرد. چند برابر کردیم در حقیقت یارانه‌ای که به مردم از 45 تومان رفت رو 400 خورده‌ای، 10 برابر در حقیقت یارانه مردم افزایش پیدا کرد. نهایتاً هم این آخرا بحث کالابرگ بود که خب اونم 60 میلیون نفر عزیزانمون رو در کشور اومدیم روی 11 قلم کارهای اساسی
اساسی در حد متمرکز شدن. رئیس کل بانک مرکزی هم گفت رشد تولید ناخالص داخلی در سال 91 و 99 در یک دوره 10 ساله 0.5% بوده است. در 3 سال اخیر در دولت 13 این عدد 4.5% افزایش پیدا کرده و نشون میده که ما بالاتر از میانگین رشد تولید ناخالص داخلیمون در دوره بلند مدت بودیم. در قطار کانتینربری ایران چین با هدف افزایش تجارت بین دو کشور راه اندازی شد. این قطار از این پس به صورت هفتگی از مبدأ بندر خشک آپرین در نزدیکی تهران به سمت چین و در مسیر مقابل از چین به سمت کشورمان حرکت خواهد کرد. خب گفتگو می‌کنم با مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران آقای صالحی. سلام بر شما. این قطار چقدر ظرفیت جابجایی بار داره و چه بار و کالاهایی رو جابجا خواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان خبر 14. الحمدلله با توجه به پیگیری‌هایی که راه آهن جمهوری اسلامی در دولت 13 داشت و حمایت‌های رئیس جمهور شهید و وزیر محترم راه شهرسازی، الحمدلله تونستیم تفاهم‌های خوبی رو با کشورهای همسایه در کریدور شمال جنوب یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران داشته باشیم و همچنین از مسیر شرقی غربی یعنی مسیر چین، قزاقستان، ترکمنستان، ایران این تفاهم‌ها حاصل شد، به گونه‌ای که امروز شاهد به ثمر نشستن اون هستیم. امروز آیین رسمی حرکت قطار کانتینری دو سربار از مبدأ ایران به سمت چین انجام شد که این قطار کانتینری حاوی مواد معدنی بود. چند روز قبل هم قطاری از چین به مبدأ ایران از مبدأ چین به مقصد ایران راه افتاد که شامل کانتینرهای شامل قطعات خودرو بود. ان شاءالله 3 روز آینده این قطارها در مرز این برون مبادله خواهد شد و با این راه اندازی قطارهای دو سربار هم با توجه به تعرفه ترجیحی که در مسیر کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و همچنین غرب چین الحمدلله اتفاق افتاده و هم با توجه به اینکه کل مسیر تماما ریلی هست، مسیر بسیار جذابی برای صاحبان بار خواهد بود و این یک تحول شگرفی در بحث حمل و نقل کریدور شرقی غربی اتفاق خواهد افتاد. الحمدلله با توجه به اینکه ما تونستیم تفاهم‌های خوبی رو انجام بدیم با فوروردر و با راهنهای کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و چین، تعرفه ترجیح مناسبی قرار داده شده و با توجه به افزایش سرعت سیر در این کشورها امیدواریم که این مود حمل نقل یعنی مسیر ریلی بتونه جایگزین خوبی برای مسیر دریایی باشه. سرعت بالاتر، امنیت بالاتر و همچنین قیمت مناسب. آقای صالحی، این قطار در مقایسه با کشتی چقدر سرعت سیر بار و کالا رو افزایش میده؟ حدود زمانی که در حقیقت برای سیر در نظر گرفته شده حدود 1/3 زمان کشتی هست. با توجه به اینکه این بار به شکل این قطار دو سربار هست، یعنی هم ما صادرات رو از مبدأ ایران به مقصد چین داریم، عرض کردم با محمولات معدنی شروع کردیم، مواد معدنی شروع کردیم و همینطور قطعات خودرو از اونجا بار خواهد شد و وارد خواهد شد. هزینه تمام شده حمل، هزینه تمام شده معقول و خوبی در خواهد آمد، به گونه ای که میتونه با بحث دریایی رقابت خوبی داشته باشه. اتفاقی که الان اینجا افتاده این هستش که ما عملا تونستیم کریدور شرقی غربی چین، ایران، اروپا رو فاز اولش رو اجرا بکنیم و انشالله با توجه به اینکه الان ما هفته 1 قطار رو سیر خواهیم داد که امروز اولین قطار انجام شد، بتوانیم با افزایش جذابیت این مسیر انشالله به هفته 7 قطار برسونیم. پیش می‌ریم در آینده نزدیک انشالله از ایران با ما دروازه اروپا برای ترانزیت کالاهای از مبدأ چین به اروپا انشالله اقدام خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای صالحی، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران. خواستیم بار جابجایی زغال سنگ روسیه به هند از راه آهن ایران انجام شد. مدیر عامل شرکت راه آهن گفت 40 روز قبل 7 رانقطار حاوی 9500 تن زغال سنگ صادرات مستمر روسیه به هند از مسیر ریلی ایران منتقل شد.
معاون وزیر حمل و نقل روسیه گفته در سال 2023 حمل بار از مسیر ایران را به 600 هزار تن رساندیم و می‌خواهیم این رقم به 4 میلیون تن در سال 2024 برسد. ایران و روسیه از حمایت کنندگان اصلی راهگذر شمال جنوب هستند که مسیرهای مانند اروپای شمالی و غربی، روسیه، قفقاز، آسیای مرکزی، دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند را به یکدیگر متصل می کند. در مقایسه این گذرگاه با مسیر دریایی از کانال سوئز مسافت بیش از نصف شده است که موجب کاهش زمان و هزینه حمل و نقل می شود.